در وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ایران، رژیم ایران خبرنگاران بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی را هدف حمله گرفته. آمریکا هدف گرفتن خبرنگاران و خانواده هایشان را محکوم می کند و به برداشتن گام های قاطع برای حمایت از آزادی بیان و مطبوعات ادامه می دهند. من نمیدونم این فرد به بیشوری ذاتی دوچار است یا این که خودش را به کوچه علی چپ زده. رادیو فردا، بی بی سی، وی او ای چه نقشی در گفتگو با تجزیه طلبان و ترساندن ملت ایران با بها دادن به اصلاح طلبان داشتن؟ من نمیدونم اینها واقعا بعد این ادعاش میشه زبان فارسی هم میدانه، اینها واقعا شرم‌آوره که در مقام و جایگاهی که داره ندونه و باور کردنی نیست که آقا ندونه که وی او ای و بی بی سی و رادیو فردا چه نقشی در به گمراهی کشاندن ملت ایران و ایجاد چند دستگی و ترساندن ملت ایران از رفتن فردای جمهوری اسلامی بازی کردن. شهر و برایان روش و حالا به آقای تراب هم خواهیم رسید. فرطور بعدی از مطلب شهریار ایران زمین پادشاه قانونی کشور هست. در گفتگو با روزنامه مصری الیوم فرمودن روابط دوستانه قاهره و تهران بعد از سرنگونی رژیم و آزادی ایران دوباره برقرار می شود. من درود به دلیری ایشون، درود به آگاهی ایشون و آینده نگری ایشون می فرستم. ایشون پیام بسیار درستی رو دادن. ببینید زمانی که دولت اسرائیل خیلی تلاش داره یه کاری بکنه، مردم کشورهای عربی موضع‌گیری در برابر جمهوری اسلامی که هیچ در برابر ملت ایران داشته باشد، با موجودیت ایران کار داره. رضا شاه دوم به درستی با آگاهانه پیام دوستی میفرستند و به راستی این چنین است. در فردای آزادی ایران ما با همه خواهان روابط دوستانه هستیم، ما خواهان جنگ نیستیم، خواهان درگیری در منطقه نیستیم و از ایشون خواهش میکنم ایشون پیام بدن به سران همه کشورها، کشورهای جهان، کشورهای قدرتمند و افزون بر اون به ویژه سران کشورهای همسایه و سیاستهای دولت آینده ایران رو براشون تشریح بکنن و اونها رو از نگرانی که جمهوری اسلامی به بار آورده و کسانی در ایادی موساد با همکاری پان عرب‌های حرفه‌ای جهان عرب دارن مخابره میکنن و سیگنالایی که میفرستن این بر اون بر که اگر ایران جمهوری اسلامی هم بره ایرانی سر کار میاد که ایرانی ها فاشیستن، شوونیستن و ممکنه دوباره بخوان دردسر درست کنن برای همسایه‌هاشون. این دروغی بیش نیست. هر کی هم به این زمینه دامن میزنه عوامل خود جمهوری اسلامی و مزدوران جمهوری اسلامی هستن. سپاسگزارم. فرزور بعدی هم باز از پادشاه قانونی ایران شهریار ایران زمین هست. چون فرمودن با تکیه به پشتیبانی شما اهتمام من در جهت آگاهسازی جامعه بین‌المللی است تا بدانند تنها راه حل اصولی و عقلانی برای رفع بحران‌های جهانی و منطقه‌ای ناشی از جمهوری اسلامی نه حمله به ایران بلکه حمایتتان از جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران است. درود می‌فرستم به ایشون. این پیام ارزشمند ایشون نشانگر اینه که مماشاتی ما با تجزیه طلب که مزدور جمهوری اسلامی نخواهیم داشت. ایشون فرد بسیار آگاهی هستند در زمینه روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، آگاهی با بسیار بالا می‌دونن، فرهنگ ایرانی رو می‌شناسن، تاریخ ایران رو می‌دونن، رضا شاه دوم و بسیار ایران دوست هستند و از این روی به خوبی تشخیص میدن. با این پیام‌هاشون دست روی نقطه‌های حساس می‌ذارن و ازشون بسیار سپاسگزارم. این فرطور رو اگه میشه فرطور خاتمی رو بعد نگه دارید، یه مطالب مهمی رو بعد باید برای این فرطور بگویم. بفرمایید. این رو اگه میشه بخونید لطفا. محمد خاتمی: حکومت فدرالی مطلوب‌ترین حکومت است. اینجاست که باید درود بفرستیم به روان شاهنشاه آریامه که به درستین ارتجای سرخ و سیان که خواهان نابودی ایران و کشتار ملت ایران هستند. همیهنان من، ببینید این آقا با صحبت از حکومت فدرالی میکنه به سیگنال هایی که خاتمی میده و العربیه که یه دار و دسته به شدت ایران سفید پان عربیستیه،
خواهش میکنم چیزی رو از العربیه پخش نکنید. تا العربیه به شدت ایران ستیزه، خواهان تجزیه ایرانه، خواهان جنگ داخلی در ایرانه و سیگنال هایی که شریعت مداری میده، زیاد صدرالاشرافی میدن مبنی بر فدرالیسم، هیچ فرقی با این گفته خاتمی نداره. خاتمی بار اولش نیست. اینها یک سری از تواب های چپگرا رو شروع کردن در دوره خاتمی، ریاست جمهوری خاتمی با اینا همکاری کردن. من بارها این بریده روزنامه رو نشون دادم، ببینید این رو هفته نامه اهواز سه‌شنبه 26 آذر 1381 به چاپ رسیده، عکس یک پان عرب ایران ستیز یوسف عزیزی بنی ترک از چپگراهای تواب و همکار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. در اینجا چی نوشته؟ این آقا رو دعوت که ببینید اصلا شگفت انگیزه. یک چپگرایی که تواب شده، بعد اصلاح طلب شده و بعد یک پان عرب وهاب حرفه‌ای ایران ستیز شده، خیلی جالبه. این آقا رو بردن تو وزارت کشور، ازش خواستن که بررسی بکنه جریان چیز رو، جریان چی بهش میگن، چگونگی تشکیل احزاب قومگرا رو از این آقا خواستن که مورد بررسی قرار بده. آقای جواد هیئت هم بوده از توی همیانان آذری و افراد دیگه، حالا نمیخوام به این بپردازم. و شما ببینید شگفت آور، در کشوری یه عده چپگرای به قول حالا عوامل جمهوری اسلامی میگن تقوا، یه عده چپگرای تقوایی رو که بعد اصلاح طلب و بعد شوونیست و فاشیست شدن، که این شوونیست و فاشیست شدن اینها هم پروژه وزارت اطلاعات بوده و پروژه اطلاعات سپاه بوده، یعنی خود جمهوری اسلامی در تجزیه طلبی نقش داره. سند بعدی چیه؟ من درود میفرستم به همیهنانی که پانیرانیست هستن. من جز حزب پانیرانیست نیستم، اما هموندان این حزب رو بسیار دوست دارم. درصد بالایشون رو انسانهای بسیار خوب و نیکوکار و میهن‌پرستی میدانن، بسیار ایران پرستن و درصد بسیار بالایی از این دوستان هوادار پادشاهی هستن. ببینید این نشریه در شماره 64 شهریور 1382 خیلی جالبه. ببینید در نشریه داخلی حزب چی نوشته؟ وهابیت و ترفند جدید پان عربیسم‌ها. من اینو براتون بخونم. نوشته پس از فروپاشی ظاهری هیمنه دیکتاتوری حاکمیت فرقه‌ای بعد از آزادی بیان و اندیشه در خوردار به این، یه نامه‌ای که یک هموطن خوزستانی برای اینها فرستاده، برای نشریه، در خرداد 76 گروه های مختلفی که پیش از آن اجازه فعالیت نداشتن شکل گرفتن. اعضای جلسه هیئت قرآن، جلسه قرائت قرآن فرنگیان اهواز نیز برای آن که از قافله عقب نمانده و خودی نشان داده باشند یک گروهی را تشکیل دادند. شعارها و گرایش های این تشکل از این قرار بود: از آنجا که امت خوزستان دقت بفرد تا به حال در مظلومیت و محرومیت نیز و حقوق آنها پایمال می شده، بر هر فرد مسلمانی که در راه آزادی قدم برمی‌دارد این است که جهت انخاب حقوق این اقلیت تلاش نماید. پس از سر این مسئله عده دیگر از دانش آموختگان خارج از جلسه که با این گروه اهداف نسبتا همسو داشتند به آنها پیوسته و طی برگزاری چند جلسه سخنرانی و اجلاسی رسما حرکت خود را آغاز کردند و حزب ایجاد شده را لجنة الوفاق الإسلامية نام گذاشتند. شنیدش کی می‌خوره؟ ببینید 26 آذر ماه سال 81 هفته نامه اهواز، 26 آذر ماه 1381 یوسف عزیزی بنی ترک رو میبرن تو وزارت کشور، ازش میخوان که بره یه حزب عربی درست بکنه. ببخشید رو واروزه گرفته بودم. بره یه حزب عربی درست بکنه یوسف عزیزی بنی ترک. توجه بکنید 26 آذر ماه 1381 این نشریه مالکه شهریور 82، یک سال تقریبا بعدش، و بالاخره به دستور وزارت کشور تشکیل این حزب دیگه هم میاران حزب لجنة الوفاق الإسلامية. یعنی ببینید جمهوری اسلامی خودش دستن در کار مسائل تجزیه و درگیری های قومی و گسترش عشیره پرستی و طایفه پرستی. از آنجا که مؤسسان این لجنه از پایبندان به نظام جمهوری اسلامی بحث و شخصیت‌های استانی، گوش بدید، قاریان برجسته قرآن، جامعه‌های چند و سایر افراد شناخته و فرهنگ
از وجود چنین تشکلی احساس خطر نمی‌کرد. بفهمید اینم از اون گاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی گاه زیاد داره اینم بوشید. اما دیری نپایید که این لجنه کانون پان عربیست‌ها، جدایی طلبان، غیر ایرانی‌ها و افرادی شد که از منابع غیر ایرانی تغذیه می‌شدن و روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شد. توی گزارش هموطنی از خوزستان که خودشم عرب زبانه، آغازگران این حرکت که خود مخالف چنین خواستهایی بودند جهت بازگشت از گناه مرتکب شده و ابراز پشیمانی و براءت از این گونه گرایشات به جای انحلال لجنه یا اصلاح آن در یک تصمیم انفعالی از حضور در هسته مرکزی لجنه انصراف دادند و عملا میدان را به متعصبان قومگرای جدایی خواه دادند و به زخم خود توبه آنان نیز مقبول شد. یعنی چی؟ افرادی که همخوانی نداشتن، یعنی همیهنان عرب زبانی که از جانبازان بودن، از آریان قرآن بودن، همخوانی نداشتن با این رفتارهای جدایی طلبانی که داره میشه، اینا اومدن از اون داردسته بیرون و اینو هم اطلاعات سپاه میدانست، هم وزارت اطلاعات. از این پس سخنرانی های این هیئت نفاق به عهده افرادی بود که به شدت متمایل به احیای پان عربیسم زمان عبدالناصر بودند و در میان آنها شخصیت های عراقی مدافع رژیم بعث عراق نیز دیده می شد. خودتون پیدا کنید پرتغال فروش را، حالا چرا نریختن اینا رو بگیرن، چرا اینا رو بازداشت نکردن؟ اینا بعثی هایی بودن که اومده بودن تو خوزستان و رفته بودن تو این دار دسته دیگه، خودتون پاسخ رو گرفته اید. از آنجا که مردم خوزستان مانند سایر هموطنان ایرانی از مریدان مکتب اهل بیت و تشیع هستند و مناسبات خود را بر اساس علایق دینی مترتب می‌کردند، این گونه القاعات راه به جایی نبود. این بار به حربه و وسیله دیگری برای ترویج قومگرایی عربی روی آوردند، لذا تلاش خود را به ترویج فرقه زاله و انگلیسی مآب وهابیت عطوف نمودند و طولی نکشید که به جای خوزستان که جای خوزستان رنگ و بوی وهابیت میداد. یعنی ببینید پروژه‌ای که استارتش آقای خاتمی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه زده به کجا انجام میده. نسبت به این موضوع مسئولین جمهوری اسلامی نیز با اتخاذ سیاست تساهل و تسامح شرم‌آور شراستی، یعنی همراهی با تجدید طلبان و اصل براءت با کمال بی‌تفاوتی هیچ عکس‌العملی نشان ندادند. همزمان مناطق عرب نشین اهواز پر از شعارهای جدایی طلبانه بود و شعار خوزستان فلسطین ثانی، یعنی خوزستان فلسطین دوم است، نقل و نبات هر مجلس بود. این شعار هم ابداع کنندش موساده. خودتون این تیکای فاضل رو بذارید کنار هم دیگه، یه فردی به نام ایدی کوهن یا افرادی که در موساد کار میکردن شعار اسرائیل ایران اسرائیل و ثانی، یعنی ایران اسرائیل دوم و فلسطین احواز فلسطین و ثانی، یعنی احواز فلسطین دوم رو تولید کردن. ببینید چقدر این دستای پنهان پشت پرده با هم در تماس هست. این موضوع وقتی قوت گرفت که نماینده ایشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با زبان عربی بیان داشت که مردم احواز با ملیت فلسطین همدردی می کنند. حاکمیت فرقه‌ای یعنی جمهوری اسلامی به جای این که تصمیم قاطعی در مقدمات اجلاس رؤسای لجنه و این حفظ فان عرب وهابی را با سفرهای کشورهای عربی در تهران فراهم کرد. نشریه حاکمیت ملت، پانیرانیست، نهضت ضد استعمار، شماره 64، شهریور 1382. ببینید همیهنان من، توجه کردید؟ نه تنها جلویی که بایی که دیگه گندش در آمده بود اینها وهابی و ایران ستیز هستند، نه تنها جلوی این ماجرا رو نگرفتن، بلکه با اینکه دیگه آشکار شده بود اینا وهابی هستند، نه تنها جلوی اینا رو نگرفتن، در اون حزب رو نبستن، بلکه مقدمات دیدار این حزب وهابی جدایی طلب پان عرب رو با سفیران کشورهای عربی در تهران هم فراهم کردن. آیا دیگه نمیشه به این نتیجه رسید؟ اینو دارم به افرادی میگم که هنوز باور ندارن که جمهوری اسلامی همکار تجزیه طلبان و خودش اصلا از تجزیه طلبان در ایران، خودش عامل تجزیه، خودش با این گیر و گرفتاری هایی که به وجود آورده و گسترش قومگرایی اشیل پرستی و طایفه پرستی برای دامن زدن به اختلافات قومی در ایران، خودش عامل تجزیه نیست؟
آیا اینها نمیخوان با ایجاد این اختلافات قومی مردم رو از هم دور بکنن که با هم همبسته نشن و این دولت رو به زیر نکشن؟ آیا فکر نمیکنید که این کارا رو دارن میکنن مردم رو درگیر بکنن، اقوام رو با هم دیگه، تیرای ایرانی رو یا اشیرها و طایفا رو با هم دیگه، برای که تنور انتخاباتشون داغ‌تر بشه؟ دیگه از این آشکارتر جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه که من و شما باور بکنیم که عامل تجزیه جمهوری اسلامی پوزش میخوام میتونیم پی بگیریم. خب حرف محمد خاتمی به بعد بود سعید جان. الان چشم دوستان توی فیسبوک لطفا برنامه رو پخش کنید، برای دوستانتون بفرستید. یه لینک دیگه هم هست که بعد از صحبت ها جناب مهربانی اون رو لطفا برای جناب کمالپور فوروارد کنید که ایشون بتونن بررسیش کنن. بله من دارم. خیلی دوستان لطفا توی فیسبوک پخش کنید. من نمیدونم الان من هنسفری زدم به گوشی که صدا بهتر میشه. عرض کردم اول برنامه این سیستم قدیمیه و چون الان دیر وقته توی اروپا نمیشه صدا رو زیاد باز کرد، استودیو که نیست، عزیزان نمی‌بینن، صدا کمه. لطفاً یا این بیلک گوشیتون یه ذره ببرید بالا یا بندازید روی تلویزیون خونتون و بتونید از اون طریق صدا رو تنظیم کنید. سعی کردم دیگه تا اونجایی که بشه صدا بهتون برسه، ولی امیدوارم الان صدا فقط یه ذره بکشید. شما این توی کاتالوگ سیستمایی که هست اون بخش بیل بیلک هم راهنمایی کنید دوستان پیدا کنن. بیل بیلک همون چیزی که بغل گوشی ماس ماسکه هست میزنید صدا میره بالا. دوستان لطفا برنامه رو پخش کنید. خب بریم سراغ فرتور بعدی از محمد مظفری است. بله الان صاف هم اومدم خودش بفرمایید. بله 21 بهمن 93 در دوران قامی به منزل ابراهیم یزدی رفته بودم. یزدی در بخشی از سخنانش گفت چیزی که میگویم مهم است. جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است و میشود از طریق آن روزی به دموکراسی رسید. خطری که امروز ما را تهدید میکند شاهزاده رضا پهلوی میباشد. مبارزه با او مهمتر از مبارزه با نظام است. بله این دیگه کاملا آشکار. فرتور بعدی این هم آقای زیبا کلام پرسر صدای حکومتی و اینجا داره به برخی از همیهنان ما داره کد میده. این رو به خودی سپاسگزار میشم، داره به پانکوردها کد میده. خیلی جالب. صادق زیبا کلام نوشته پشت کردن آمریکایی ها به کردها در سوریه و تنها گذاردن آنان در برابر ارتش سنگین ترکیه اگرچه تلخ است، اما این اولین بار نیست که کردها توسط متحدینشان رها می شوند. ایرانی ها، عراقی ها، سوری ها، ترک ها و روس ها بارها به آنها پشت کردند. کردها آموختند که بجز خدا فقط به کوها می توانند اطمینان کنند. اون پاسخ پایینش هم بخونم آقای دکتر. زیرش یکی جواب داده آقای استاد بزرگواری بفرمایید بخونید سپاسگزارم. زیرش رضا جواب داده آقای استاد دانشگاه اولین فرد غیر کردی آقای استاد دانشگاه اولین فرد غیر کردی نیست که در قومیت گرایی کردی ایفای نقش میکنند. قبل از او چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق کردها را به مبارزه غیر مدنی دعوت کردند. اینکه زیبا کلام به کردها میگوید تنها یار شما کوه است، یعنی سعادت خود را فقط در جنگ های چریکی در کوه بیابید. بله بله حالا این خیلی جالبه. ببینید بوده این شخص که فوری گرفته کدو. بله ببینید آقای حالا ما بعد از این پرتور پرستویی پرویز پرستویی میریم روی خیلی جالبه رهبر آقای پرویز پرستویی که پرویز پرستویی عاشق قاسم سلیمانیه و این رو سردار بزرگ خودش میدونه. یک متنی درباره تجزیه طلبی به نام میرزا کوچکان جنگلی و با توجه به جنایت‌هایی که علیه مردم گیلان انجام داد، همیهنان دوست داشتنی و میمان نواز گیلانی انجام داد، خامنه‌ای اومده یک پستی رو گذاشته یا یک توییتی رو گذاشته اونجا توییت کرده. آقای پرستویی هم رفته بود و بودو برای که عقب نیفته ببینید چی نوشته. این رو بله پرویز پرستویی یا پرستوی پرویز در واقع یک فرتور از میرزا کوچک جنگلی گذاشته و زیرش نوشته افسوس می‌خورم که مردم ایران پس از محو ما خواهند فهمید ما که بودیم.
چه میخواستیم و چه کردیم؟ میرزا کوچک خان جنگلی در بدر. امروز 11 آذر ماه سال روز درگذشت یونس استاد این معروف به میرزا کوچک خان جنگلی سردار جنگل است. روحش شاد و یادش گرامی. در بدر جنگل. البته ایشون میرزا کوچک خان انگلی بود. دیگه بیشرفی رو به حد علا رسوندن. بعدیش هم عمله بیت خامنه ای که به عنوان تو رو خدا ببینید این طرز لباس پوشیدن این روی اصلا میدونه اصلا پانتورکیسم چیه، بغیر از اینکه این رو وزارت اطلاعات سپاه این رو آموزش داده، این اصلا چرا خدا هیکل این رو ببینید چهرهش رو لباس پوشیدن نماینده مجلس و این قاضی پور پانتورک بسیجی آدمکش که سخنانش به زبان آذری مبنی بر اینکه ما اسیران عراقی رو میبردیم پشت خاکریز همه رو به رگبار میبستیم در تمام کشورهای عربی ترجمه شد و از رادیو تلویزیونهای اونها پخش شد و موجی از ایران ستیزی در اون کشورها به راه افتاد. این آقا عمله بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاس و اصلا از به قیافش نمیخوره که اصلا این آقا میدونه پانتورکیز یعنی چی. اینم یه مقدار براش آموزشش دادن، این رو یه چهار تا حرف تو دهنش میذارن و یه آقا هم تکرار میکنه. اینم باز هم نشانه از این که خود جمهوری اسلامی عامل تجزیه و گسترش قومگرایی و تجزیه طلبی در ایران. بله. اما نفر بعدی احمد باطبی گفته تهدید و بازداشت خانواده ناصر عزیز روزنامه نگار تلویزیون الاهواز فلان. عراقی ها خوب می دانن که جمهوری اسلامی جریان ضد انقلاب ملت عراق را رهبری کرده و مردم را در بصره و بغداد به قصد می رسانند. آتش زدن کنسولگری فرقه تبهکار در نجف تنها پیام به قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی نیست، بلکه انتقامی است که برای ریختن خون آزادی خواهان گرفته شد. عراقی ها انتقام می گیرند. ببینید یه آقای احمد باطبی هم یکی از اون مزدوران خطرناک ارسالی صادراتی به بیرون از ایران این مردک چندشاور و توییت کرده درباره توییتی از محمد مجید الاحوازی که با هی جیمی نوشته شده و این احمد باطبی ایران ستیز و بی شرافت اومده با همون احواز رو با هی جیمی گذاشته اونجا و با عکس روزنامه نگار تلویزیونی الاحوازنا دوباره با هی جیمی. این تلویزیون الاحوازنا کثیف‌ترین و شنیع‌ترین ناسزاها رو به ملت ایران میگه و خواهان تجزیه و فروپاشی کشور چند هزار ساله به نام ایرانه. آقای باطبی شرافت نداری لاغل؟ مگر امامت نگفت که اگر دین نداری لاغل آزاده باش؟ شما لاغل به حرف چه میدارم این چیزهایی که از اون دم میزنید کمی توجه بکنید. حالا از این سخن از اون امامتان هست یا نیست حالا کار به این ندارم، شرف داشته باشید. شما چرا خواهان ایجاد جنگ داخلی برای 4 روز دوام بیشتر جمهوری اسلامی هستید؟ چرا خواهان کشتار ملت ایران هستید؟ چرا از گروه های تجزیه طلب تروریست بمبگذار شما پشتیبانی میکنید؟ چرا نام جغرافیای اماکن جغرافیای ایران رو تغییر میدید، یعنی نام‌های جغرافیای ایران رو دگرگون میکنید؟ چه از شما برپایی چه مجوزی؟ نه این نه ربطی به حقوق بشر داره، نه ربطی به شرافت و غیرت انسانی داره که شما بیایید از تروریست، از کسی که خواهان سربریدن یک گروه تروریست پان عرب تجزیه طلب وهابی که خواهان بریدن سر هر کسی هر ایرانی، شما چگونه از اینها پشتیبانی میکنید؟ آیا شرم نمیکنید شما؟ سپاسگزارم از شما. عکس بعدی از سید عطالله مهاجرانی هست. بله بله سید خندان مثل خاتمی. سید خندان. در اسفند سال 1348 نرخ بلیت اتوبوس در تهران 3 برابر می شود. دانشجویان تظاهرات می کنند، شیشه های اتوبوس می شکنند. شاه که در سفر 45 روزش برای تعطیلات زمستانی و خوشگذرانی در سوئیس بوده دستور سرکوب می دهد. می گوید در برابر بلوا تسلیم شد. ببینید اولا این مردک دروغگو بیش نیست، یک ایران ستیز به تمام معناست. اولا سال 48 ریختن بیرون 60 اتوبوس رو آتیش زدن، به اتوبوسایی که توش مسافر بود سنگ پرتاب میکردن، به مردم آسیب میزدن. اینا در 2 روز 3 روز درگیری که وجود داشت
عده‌ای دستگیر شدن ولی هیچ کسی کشته نشد. بعد از 4 روز هم همه دستگیر شدگان رو آزاد کردن، براشون هم پرونده کیفری درست نکردن. ای چه بگم، نمیخوام از چارچوب ادب خارج بشم، ولی ای توف به شرافت که اینقدر دروغگویی. ولی خوشحالم که ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که دیگه مانند سال 57، شورش 57، شما نمیتوانید سر مردم ایران به ویژه جوانان ایران رو کلاه بگذارید. من متاسفانه آقای دکتر فرزور بعدی رو نمیخونم چون این خبر چیز نیست، صحت نداره و این آرمی که الان اینجا میبینم رو تایید نمیکنم، به خاطر همین من نمیخونم. اگر تمایل دارید خودتون بخونید. من یه چیزی دیگه میتونید نشون ندید. من فقط چرا این رو گذاشتم، من فقط این رو میخواستم یه تذکری به میهن پرستان بدم. من دیدم برخی از گروه ها میان واژه ماشه رو میذارن تو پرانتز و یک واژه پان عربیستی معشور رو مینویسن توی متن، یعنی مینویسن معشور تو پرانتز ماشه. اوکی، چی کاریه؟ به دلیل اینکه من میدونم چه کسانی پشت این سیستم هست. این رو نیاز نیست بخونید، از یادآوریتون بسیار سپاسگزارم. من خواستم تذکر بدم همیهنان من، چیزهایی که درش نام عبادان، محمره، مشهور دیگه کجاست؟ نام رسمی شهری که خیشاوندان من هنوز اونجا دارن زندگی میکنن، ماهشهر مشهور نیست. یه گروهی که دم از پادشاهی خواهی میزنه بعید از اون که این کار نادرست رو بکنه. من نمیدونم، ناآگاهی رو خواهش میکنم، ناآگاهی باعث آسیب‌های بسیار میشود. همیهنان گرامی، ما نوشته‌ای که نام اونجا نوشته مشهور خالی یا مشهور توی پرانتز ماشه رو به هیچ عنوان پخش نکنید و حتی پسند هم نکنید. اینها افرادی پشت این ممکنه باشن که بعداً آسیب به بار بیاره برای ما. فرطور بعدی که میبینید دوستان نوشته کردهای مقیم آذربایجان در صورت عدم تخلیه مناطق ترک نشین در یک ماه آینده تاوان سنگینی را خواهید داد. جنبش ملی آذربایجان، آذربایجان جنوبی، 21 شهریور 1394. خب من حالا یه پرسشی از بینندگان گرامی دارم. آیا اگه این پارچه نوشته روش نوشته شده بود که ما هواداران پادشاهی و مر نمونه به آخوندها میگوییم، یا مر نمونه یا دست از جنایتکاری بردارند و ایران رو ترک بکنند، آیا این پارچه نوشته یک ساعت میموند اونجا؟ چگونه است که پان ترکیست به آسانی، همچنان که من پیش از اینم گفتم، این پان ترک ها از طرف خود جمهوری اسلامی دارن پشتیبانی میشن، اینا مأمور ایجاد ترس و درگیری قومی در ایران هستن. سپاس گذارم. فرطور بعدی معرفی نامه و خلاصه از اهداف شبکه رسانه‌ای بیان هست که داخل قرمز نوشته شده. بعد در بند 4 نوشته سامان و سازمان دادن مبارزه فرهنگی آزادی خواهان و استقلال طلبان در مقابل استبدادگرایان و انحصارگرایان. بله، دیدین، آزادی خواهان و استقلال طلبان. این رسانه بیان هم همون بود که اون روح‌الله‌زم اونجا کار میکرد و من واقعا متاسفم برای آقای فرهودی. آقای فرهودی، شما هر 4 کار درست هم که کردی به عنوان خبرنگار اون رو دادی به باد رفت و من بسیار برات متاسفم آقای فرهودی. امیدوارم روزی سرت به سنگ بخوره. رسانه بیان هدف شماره 4 سامان و سازمان دادن استقلال طلبان معرفی کرده و مدیر این بیان در بی بی سی اومده بود، در برنامه بی بی سی اومده بود از وهابیت و از دولت، از عربستان و از وهابیت دفاع میکرد. سپاسگزارم. یه مطلبی رو دکتر جان من بگم راجع به این بیان، حالا جناب کمالپور در جریان هست، ما قبلا هم ویدیوش رو پخش کردیم. اتفاقا یکی از کسایی که حمله شدیدی میکرد به من، جناب کمالپور و کلا رستاخیز سیمرغ، اون زمانی که مقابل این تجزیه طلبان و فدرالیست خواه ایستاده بودیم یا مقابل بچه آخوندی به نام زم، همین بیژن فرهودی که حالا من نمیدونم کار مثبتی که تا حالا انجام داده، من ندیدم، حالا اگر دوستان دیدن بگن لااقل یه کار مثبتی این شخص انجام داده باشه. چون اینم جزء شاید 4 خبر درست خونده برای این، ما گفتم یه کردیتی ولی احسای ادبش به شما رو من دیدم تو برنامه. بله، حالا یکی دوبارم با شاهزاده رضا پهلوی ایشون مصاحبه کردم، ولی کلی دارم میگم اتفاقا یکی از اون کسایی که مخالفت شدیدی کرد با فعالیت‌های رستاخیز سیمرغ همین
رسانه بیان، تلویزیون بیان، بیژن فرهودی و رویدای زن بود. حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم، شاید دوستان ندونن، اما تلویزیون بیان یا رسانه بیان یا سایت بیان و تمام این مجموعه ها متعلق به ابوالحسن بنی صدر و با بودجه این آقا داره اداره میشه، که بودجه این آقا هم دیگه دوستان میتونن در بیارن که از کجا داره میاد. یعنی بیان متعلق به بنی صدر. اینم خواستم بگم دوستان، شاید بسیار ارزشمند بود. درود بر شما. تصویر بعدی از حسن جرجره خارج نشین ابراهیم نبوی است. گفته برای مردمی که فرهنگ ندارند انقلاب یک فاجعه است و شورش فقط یک غارت کور. به نظر ابراهیم نبوی در غیر اصلاحات مردم ایران بی فرهنگند. رفتن جمهوری اسلامی فاجعه است و انقلاب فقط شورش و غارت کور. تصویر بعدی از علی شمخانی، یکی از آقای شمخانی در لباس عربی از عربهای خوزستان، مدیر شرکت کشتیرانی آدمیرال، ساختمانهای لوکس خدا میلیارد تومانی. ایشون ثروتش رو بیش از 50,000 میلیارد تومان تخمین میزنن. حالا امیدوارم بودی چقدر این چیز میزنم تخمیم میزنم؟ 50,000 میلیارد تومان. 50,000 میلیارد. فرطور بعدی مربوط میشه به سایت العربی فارسی. یکی از هواداران تیم فولاد خوزستان در مسابقه روز دوشنبه در ورزشگاه فولاد ارنا فریاد میزند: من عربم، تو عرب هستی، احواز عربی است. و دیگر تماشاگران با او هم صدا میشوند. یه چیزی هم من بسارم، اینا همه سند این اساس بسیار مهمه. این لیدر تیم فولاد خوزستان خیلی جالبه هم میهنان من. اولا این با تیم ملی نمیدارم به جام جهانی هم مثل رفته. همون موقع من تذکراتی دادم، دوستان باور نکردن، برخی از دوستان من گفتن نه این حرف ضد ایرانی نزده. این آقا یه ویدئویی رو گذاشته، ببینید من این ویدئو رو اگر بتونیم ما نشون بدیم، ویدئوی شماره 11. این آقا حتی به عنوان لیدر با تیم ملی هم همراه بوده، لیدر حالا این تبلیغاتچی تیم فولاد خوزستانه و تیم فولاده و توی ورزشگاه فریاد میزد من عربم، تو عربی، اهواز عربی. اهواز منظور شهر اهواز نیست، یک جغرافیایی خیالی است که اینها بخشی از استان خوزستان، کل استان خوزستان، بخشی از استان بوشهر، بخش از اون مناطق، کل اون مناطق سمت خلیج فارس، کوهگیلوی بویرحمت، چهارمحال و بختیاری، بخشی از استان لرستان و استان ایلام. اینها به کشور اشغالی الاهواز، که این یک دروغی بیش نیست و یکی از خنده‌دارترین دروغ‌هایی است که تاکنون من شنیدم. این آقا اومده تو این ویدیو سرود، یکی از سرودهای مورد علاقه مردم عراق متعلق به حزب بعث رو که در زمان جنگ، در زمان جنگ عراق با ایران، هر زمان که جایی رو بمباران می‌کردن و در یک عملیات نظامی علیه ما پیروز می‌شدن، این سرود رو پخش می‌کردن و به یله یا رقص عربی می‌پرداختن. این آقا اومده روی توی خودش ادیت کرده، اومده این سرود حزب بعث علیه ملت ایران رو انداخته روی همون تبلیغاتش در همین کلیپ دیگه دکتر جان دارم پخش میکنم. نوشته از البعث طریقتنا، یعنی این اندیشه های چپ و اشتراکی راه و روش ما، روی تابلو قصر شیرین، یعنی اینا وارد ایران شده بودن.
بله سپاس فراوان دیدید. بله بعد یکی از مقامات ورزشی خوزستان برای اینکه بخوان سرصدا رو بخوابونن این آقا رو دستگیرش کرده بودن، همین لیدر ایران ستیز پان عرب وهابی رو، و یکی از مقامات بالای ورزشی خوزستان گفته نه اینا همش تهمته، من نمی‌تونم با این همه سند و مدرک. و العربیه با شادی، العربیه ایران ستیز کاهان تجزیه ایران با شادی از اون کاری که در ورزشگاه اهواز شد و فریاد می‌زدن من عربم تو عربی، الاحواز انا عربی انت عربی الاحواز عربی. یعنی چی؟ وقتی که از کسی وقتی شنیدید که گفت اهواز عربیه، یعنی اون جغرافیایی رو که من راجع بهش براتون صحبت کردم همیانان گرامی، همه باید عرب نشین بشه و از غیر عرب خالی بشه. یعنی چی؟ یعنی یا با زبان خوش بیرون انداخته بشن، یا اینکه تصفیه نژادی بشن، یعنی یک نژادکشی رخ بده، تمام غیر عرب هایی که نمیخوان از اونجا رو ترک بکنن کشدار بشن، کاری که به سبک داعش. و پس زمانی که شنیدید الاحواز عربیه، بدانید که پشت این چه منظورید، هیچ کار نه پسند بکنید نه پخش بکنید. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر من نمیدونم چه سیستمی از شمال غرب تا جنوب غرب کشور رو خیلی تمرکز کردن بر اساس تجزیه و جدا کردن این مناطق از ایران و هزینه های بسیار بسیار گزافی هم دارن میکنن. یه ریشه داشته. یعنی اونجا ببینید هر جا مثال میزنم، جمهوری اسلامی چند سال هاست داره رو گیلان کار میکنه، ولی خب خوشبختانه فعلا نتونستن کاری از پیش ببرن. سیستان بلوچستان درش یه پیشینه هایی از اعتراضات بوده، در مثلا در شاید 80 سال 100 سال پیش 150 سال پیش قاضی محمد و سیمیدقو مثلا بودن در مناطق کردنشین به تحریک شوروی یا به تحریک کاگبه و کمونیست ها و اینها، یا حتی پیش پس از اون شیخ خزعلی در خوزستان بوده. ببینید اینها رو این مسائل کار میکنن برای ایجاد اختلافات قومی. از اینها یه سری اسطوره نمیدونم قاضی محمد میشود مثلا ابرمرد، نمیدونم فلان، کسی که لباس ارتش روسیه رو به تن میکرد که اصلا لباس کردیش هم گذاشت کنار، یا شیخ خزعل که لقب سر گرفته بود از انگلستان، یک انسان کثیفی بود، برادرش و خانواده برادرش رو روی اگه نادرست نگم روی اربندود یا کارون اگه اشتباه نکنم دستور داد، توی لنج بودن، اونها رو به رگبار بستن، برادر خودش رو کشت، دست میذاشت. من از یک پیرمردی بچه بودم، این شاهد این سخن بودم، گفت پدر من مباشر شیخ خزعل بود و شیخ هر زنی رو اگر میدید خوشش میومد به اندازه پول ازدواج با 4 تا زن رو میداد به شوهر اون عربه که زنش رو طلاق بده بفرستن تو حرم سرای شیخ خزعل. بعد امروز افتادن دنبال این مردک شیخ خزعل، میگن آزادی خواه بوده. اینها ببینید بخشیش از بیرون از ایران آب میخوره، بخشیش هم ساخت و پرداخته وزارت اطلاعات. سپاسگزارم. بخش عظیمیش، من منظورم این بود آقای دکتر که جمهوری اسلامی داره هزینه گزافی میکنه توی این مناطق از طریق اطلاعات سپاه، اتفاقا بیشترش هم اطلاعات سپاه داره این کارو میکنه، حالا یا به قول شما وزارت اطلاعات. ولی جالب اینجاستش که مثلا عبدالله معتدی با یک سری از همین احزاب جدایی طلب و استقلال طلب و طلب میام در اسلو با نمایندگان سپاه قرار میذارن، جلسه میذارن، صحبت میکنن و بعد از یک هفته یک سری از همین مناطق مورد هدف موشکی سپاه قرار میگیره. ترکوندم مهرانو قطع شدن دوستان، بذاریم من مجددا برگردونم. نمیدونم چرا تصویر مهران بزرگ نمیشد، میخواستم بیارمش روی دوربین. بسیار بسیار اضافه مهران جان، ببخشید من نمیدونم چرا تصویرت نمیومد روی تصویر. تصویر جناب مهراد بود، شما صحبت میکردی اون گوشه اون بالای تو اون گردیه بود، هر کارش میکردم نمیومد. یه دفعه اسکایپ ترکید، رفتی دوباره براتون گردوندم. حالا بفهمید. بله من توضیح دادم دقیقا با سخنرانی شما همسو هستم،
و ببینید تراکتور سازی رو سپاه داره مدیریت. حالا ببینید هم نشان درفش جمهوری اسلامی رو حتی از روش برداشتن، همون بخش سازیش سازیش که یه پسفند پارسیه رو برداشتن، شد تیم تراکتور و حالا بهش دیگه خودشون میگن تراکتور. حالا سپاه این رو اداره میکنه، هر کاری هواداران تراکتور میکنن تیم تراکتور، اینها با مجوز و چراغ سبز اطلاعات سپاه هستش. حالا فرتور بعدی رو اگه نشون بدید سپاس می‌کنم. فرتور بعدی در رابطه با حالا نوشته سعید جان آماده است؟ یه لحظه اجازه بده، یه لحظه. آره این فرتور هم جالبه. حتی نمایندگان مجلس ترکیه هم از تیم تراکتور و هوادارانش برای دادن سلام نظامی یعنی و سپاسگزاری از ترکیه سپاسگزاری کردن. اینم استوری آقای مهدی ببری بازیکن تراکتوره. حالا اگر فرض کنید آقا به جای درفش ترکیه درفش شیر و خورشید گذاشته بود، چه بلایی سرش میومد؟ مهدی ببری نوشته، استوری مهدی ببری بازیکن تراکتور، تن ستارخان که باقرخان توی گور میلرزه، وقتی بدن فروشی و افتخار به پرچم بیگانه توی تبریز فراگیر شده، ننگتان باد، لعنت ابدی به هر چی پانترک و خائن وطنه. استوری مهدی ببری عکس پرچم ترکیه است و یک شخص دیگه اومده اینو بالا تیتر نوشته که استوری مهدی ببری بازیکن تراکتور اینه. درسته. من درود میگویم به هممیهنان میهن پرست آذریمون که پاسخ کوبنده‌ای به این فرد نادان و ایران ستیز دادن. از همه میهن پرستان در میان عرب زبانهای خوزستان، هممیهنان کرد، هممیهنان آذری، از همه میهن پرستان در میان همه تیرهای ایرانی، ما یک ملت هستیم. حالا تیرهاش من برای من تیره مهم نیست، من خودم در رگ و ریشه خودم از دو سه تیره ایرانی هستم. ما یک ملتی، نمیشه ما را از هم جدا کرد، ولی بهترین پاسخ رو به این افراد میتوانن همزبانان خودشون بدن، یعنی همزبانان آذری بهتر از پس همچین افرادی برمیان و به درستی عمل کردن. درود بر شرف میهن پرستان آذری ما. جناب دکتر مراد عزیز، شما اگر برید دوستان، اگر اینو قبلا ما یه بار توی برنامه توضیح دادیم با جناب کمالپور، اسنادش هم نشون دادیم، اگر برید توی گوگل سرچ کنید لباس تیم همین تراک چی میگن؟ جناب مراد؟ تراکتور. آره لباس همین تیم تراکتور یا باشگاهشون اگر برید، اتفاقا اون لوگویی که اولا لباس قرمزه، لباس قرمز همون قرمزی که پرچم ترکیه هست، خیلی جالبه اینا، قبلا گفتیم. و لوگویی که روی سینه بازیکنان هست اگر برید، دقیقا اون ماه و ستارهی که روی پرچم ترکیه رو شما میبینید، رو لباس تیم یکی از استانهای ایرانه. و اونجاست که اردوغان میاد جفتک میندازه، ادعا میکنه، عروض میکنه، علکی نیست، چون در داخل ایران هم اینها توسط خود سپاه پاسداران دست دارن و کاملا هم هماهنگن. بفرمایید. ببینید چطوریه که اعتراض کنندگان فقیر و تنگدست در و میهن پرستان در تبریز که من دیدم میگفتن جاوید شاه، اینها دستگیر میشن ولی این پانتورکا آزادانه در حال شلنگ تخت انداختنن. ببینید یک مطلبی رو من فقط فراموش نکنم، همون به درستی فرمودین، سپاسگزارم که این لباسشون برگرفته از تیم‌های ترکیه‌ای و درفش ترکیه است و مسئولین فدراسیون فوتبال هم در پاسخ به برخی شکوایه ها پاسخ دادن. این اتفاقا نه تنها بد نیست بلکه این الگوی خوبی برای دیگر تیم ها پیدا کنید. پرتغال فروش داد، پرتغال فروش البته تو لس آنجلس جناب دکتر مرا، اون چیزه، اون آب پرتغال گیره، حالا پرتغال فروش. بله. فرتور بعدی دوستان یک برگه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، برگ درخواست پاتولوژیه که در این برگ یک بخش رو متقاضی باید تکمیل کنه به اسم قومیت. بعد یک همیهنی بالا تیتر نوشته، یعنی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یک پزشک متعهد نبود که یک سیلی آبدار بنشاند در گوش فرد یا افرادی که با یا بدون غرض و مرض چنین فرمی را طراحی کردن، تشخیص این که فرد
فردا روزی ممکن است یک نفر به علت عدم درمان مناسب با دستمال پرسش از قومیت قیصریه را به آتش بکشاند، آنقدر دشوار است؟ یعنی ببینید اینا دارن ظرفیت و بردباری من و شما میهن پرستان رو ماها رو دارن میسنجن که در فرم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قومیت رو نوشتن در یک جایی که هم میهنان کرد و آذری و ارمنی و آشوری و زندگی میکنن که ببینن چه پاسخی دریافت خواهد کرد. ما اگر در این زمینه ها پاسخ درست و به جا ندیم، این رو در تمام ایران به راه خواهند انداخت مردم ایران. این رو از شما خواهش میکنم در برابر این مسائل سکوت نفرمایید و خاموشی بر نگذارید. سپاسگزارم. فرتور بعدی از دلیل مردان بختیاری است که نوشتن بر روی یک بنر بزرگ و گرفتن جاوید شاه وسط نوشتن براندازان، ما ملت بزرگ ایران با تاریخی چند هزار ساله خواهان سربلندی ایران بزرگ هستیم و خواسته ما فقط نظام پادشاهی است. ببینید من درود میفرستم به شیر زنان و شیر مردان بختیاری. خیلی تلاش کردن در این سالها امیانان بختیاریمون رو بیارن وارد این ببخشید. زیرش یک جمله‌ای نوشته بود من نمیتونستم بخونم، الان متوجه شدم چیه. زیرش نوشته شده دقیقاً ایران متحد. درود بر شما. و فرتورهای رضاشاه دوم و درفت شیر و خورشید رو دارن. بله. و خیلی تلاش کردن شمار بالایی از همیهنان بختیاری رو وارد این جریانات قومگرایی بکنن که خدای ایران زمین رو سپاسگزارم که نتوانستن. درصد بسیار بالایی از بختیاری ها از روی پدر و مادر با شیر مادر میهن پرستی بهشون منتقل میشه. اگر امکان داره فرتور بعدی باز از همیهنان بختیاری است که نوشته شده وطن هتل نیست که اگر خدماتش خوب نبود عوضش کنیم و به هتل دیگری برویم. پرچم سرنگ ایران هم تا ابد بالاست چون پرچمدارش لور بختیاری است. زنده باد ایل بزرگ بختیاری. درود بر این همیهنان گرامی. من توصیه سفارش میکنم به میهن پرستان پلاکارت هایی رو که با خودشون ببرن که نشان میهن پرستی داشته باشه. دست کم حالا اگر شاید حراس داشته باشن باشون برخورد دستمنشانه بشه میتونن ببرن پلاکارت های بزرگی رو بنویسن پاینده ایران، جاوید ایران، خیلی مسائلی که نشان از میهن پرستی داره. این در نطفه خفه کنید این تجزیه طلبان همکار جمهوری اسلامی عربی آنوسی رو، هم میهنان گرامی. ورزشگاه ها رو از تصرف تجزیه طلبان هوادار ولایت فقیه در بیارید و ورزشگاه های ایران زمین رو پس بگیرید. خرطور بعدی در رابطه با مالکش اعظم محمد جواد زمخت است، نوشته خبرهای پنهان. اگر بازی رسانه‌ای با قتل همسر نجفی، امام جمعه کازرون و رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب تموم شد، اجازه داریم بپرسیم چند روز پیش آقای ظریف به چه مناسبتی با خانم دایان فاینستاین سناتور یهودی ایالت کالیفرنیا به صرف شام دیدار کرده است؟ آن طرف چه می‌گذرد؟ چه میگذرن؟ رفته بود یه سری به دختر عموی مکتبیش بزنه. بله این لانه کفتران ایران سپیس و پهلوی سپیس. فرتور بعدی در رابطه با رسانه به نام توانا، تنی چند از کارمندان مؤسسه توانا که من آقای نوبی که نوشتش رو خوندید، خلجی با اون زنش، زن اختلاس چیش، احمد رفعت، هر جا تجزیه طلبی هست احمد رفعت مثل کرکس اونجاست. سازگارا مشخصه، مجید مجیدی اونجاست. اینا دقیقا اون مثل فیلم چیز هست، اون کارتون شیرشاه. اینا همه میتونن، اینا رو امیدوارم یه روز اینا رو به عنوان تنبیه ببرن، کارتون شیرشاه رو با اینا به یه شیوه جدیدی صداگذاری بکنن. مثلا اون شیر بدجنسه بشه مثلا
چیز بشه، سازگارا بشه، بعد اون کفدارا و کرکسا و بردازه کافی بکنم تو چیزه کارتونه نه برای اینا اهرنگیز کارم هست. بله بله خانم کارم که همیشه ملت رو سر کار گذاشت. منظور بعدی از همین شخصی که الان در اون لیست قبلی هم بود، بله جوان آقا جوانداز سرشناس با زن اختلاس چی؟ بله از مهدی خلجی. مهدی خلجی پژوهشگر آمریکا پیشنهاد داده تا با ارائه تضمین امنیتی به خامنه ای و جمهوری اسلامی آنها را متقاعد کند که به دلیل به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و با متوقف کردن چهره های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به میز مذاکره بازگردانند. بعد واقعا حالا شاید هم یه وقتی این چند وقت دیگه هم گفت که لاغل ایشون رو بفرستن یه جزیره ای که با ایشون بتونه لاغل تو جزیره بتونه آبتنی هم بکنه. بعد اما وطن فروش ها را ببینید، بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ایران در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه تروریستی پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، اقدام تنش‌زا و جنگ طلبانه دولت آمریکا را محکوم می‌کنیم. اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا گامی دیگر در جهت تشدید تشنج در منطقه است. سید حسن شریعت مداری، مهران براتی، ابوالحسن بنی‌صدر، فرخ نگهدار، اون خانمه کی بود؟ خانم ملیحه محمدی. ملیحه محمدی. خانم ملیحه محمدی خیلی جالبه، توی میزه گیردار مناطق شرکت میکنه، اعلام کرد که این که خیلی خوبه که بنزین گرون شده، که آخه 60% مردم ایران ما خودرو نداره، پس پول این بنزینا رو اون پولدارای خودرودار. یعنی واقعا نمیدونم این من نمیدونم این مناطق واقعا نمیدارم ها، بهتر اون واژه رو به کار نبرم. پیرمرده چی بود؟ پیرمردم توش بود. پیرمردم من اسمش یادم. خان بابا تهرانی. فرید از فرخ نگهدار شریعت مداریه. خان بابا تهرانی. اوکی. مهدی خان بابا تهرانی فکر میکنم. یکی از ایران ستیزان به نام. یکی دیگه از اونها هم، یکی اون فرطور بالا وسط هست، اینم از اونایی که بکنم پست نمیدونم وزارت خارجه چی بهش دادن در شورای گذار بخش نمیدونم چی. بله همون چیز براتیه دیگه جناب دکتر. ایشون مهران براتیه، پدرزن خیلی جالبه، پدرزن وزیر امور خارجه قبلی آلمان، همون کسی که با جمهوری اسلامی جیکوبیک میکردن، همین الان هم دارن جمهوری اسلامی میگردن، ایشون پدرزن اونه، حالا اومده تو شورای مدیریت گراست. بر طور بعدی که هستش سعید جان یه نامه بزن بره جلوتر. خیلی مهمه، این رو خواهش میکنم بخونید، این بسیار مهمه. یک سیلی محکمی است به گوش جمهوری اسلامی و یک پیام آشکار به هممیهنان که ببینن جمهوری اسلامی داره چه کارهای انجام میده. این فرطور با فرطور بعدی مکمل هم میده. من این فرطور رو میخونم اما اصالت یا عدم اصالتش رو من مسئولیتش رو قبول نمیکنم، فقط این که دارم میخونم به دلیل اینکه یک سری موارد توی نامه هست خیلی مهمه. سفارت جمهوری اسلامی ایران لندن به اسم ایتالا. کجا بود ایتالا؟ سفارت جمهوری اسلامی در لندن با اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه و دفتر مقام معظم رهبری و پیرو ملاقات مورخه اول آبان ماه با آقای قربان محمدوف تبعه جمهوری آذربایجان و مجری کانال اینترنتی آذرفریدوم احتراماً اشعار می‌دارد. آقای قربان محمدوف به عنوان یکی از وکلای سرشناس آذربایجان در صف مخالفین حکومت بوده و مداماً برنامه‌هایی را به قصد دفاع از حقوق ضایع شده برادران عهد تشیع آذربایجانی‌مان تهیه و تدوین می‌نماید. در نشست مذکور مضافاً با ایشان به توافق رسیدیم که از این پس مصاحبان ایرانی خود را طوری انتخاب کنند که سخنان آنان خلل بنیانی بر علیه نظام ایجاد نکنند. به همین دلیل ماهیانه مبلغ 3000 پوند انگلیس از حساب امور کنسولگری سفارت در وجه ایشان پرداخت خواهد شد. فرصت را مغتنم شمرده احترامات فائقه را به حضور عالی ابراز می نمایم. لندن اول آبان ماه 1398 سفارت جمهوری محمدوف که
که حالا شیعه‌گرا هم هست. حالا ببینید بریم در اون فرطور بعدی مال چند روز پیش، مال دو سه هفته پیش، ببینیم کی آورده تو برنامهش، که توی برنامه پیشینی که با شاید با اون برنامه که یک ماه پیش این با شما داشتم بهش اشاره کردیم. بله بله دقیقاً. آقای چهرگانی که فامیلش رو تغییر داده کرده چهرکانلی، من نمیدونم چه بیماری اینا بهش دوچار شدن، چهرگانی رو کرده چهرکانلی. این آقا تجزیه طلبه، در اون یا تو میاد فرطوش شما خوندید کاندیدای نمایندگی مجلس، استاد دانشگاه در ایران بوده و با این حضرات هم سر و سر داشته و با اطلاعات هم و با دولت جمهوری اسلامی هم دمخور بوده. یه آقا بعد زد بیرون که در بیرون از ایران به کار تجدید طلبیش راحت‌تر بپردازه و این مجری که براش مقرری 3000 پوندی بریدن، این آقا همچین کسایی رو میاره توی شبکه‌اش. ببینید امروز ما چقدر اسناد نشون دادیم و دیگه مردم باید فهمیده باشن تجدید طلب، ریشه تجدید طلبی امروز در کجاست، یعنی سر این مار کجاست. ما حدوداً یک سوم یا یک چهارم اسناد تا حالا نشون دادیم و دو ساعت دقیقاً از برنامه گذشته. اما تجدید طلب بزرگ کیه؟ تجدید طلب بزرگ رو الان خواهیم. فرطور بعدی از علی خامنه‌ای چلاق نوشته میرزا کوچک خان یک واحد مینیاتوری از نظام اسلام. چه جالب آقای دکتر، واژه مینیاتوری از واژه‌های وزارت اطلاعات بود که آریاسه به باوند خیلی ازش استفاده می‌کرد. بسیار. حالا به اون جرثومه هم می‌پردازیم. هم آقا رضا دزده، هم داریوش کوشکی و آریاسه به باوند در حزب اتحاد شورای استانی از این واژگان مانند مینیاتوری و اینا خیلی بهره می‌بردن. میرزا کوچک خان یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در رشت و در محدوده خاص ایران به وجود آورده بود. نهضت جهانگر او حرکتی 100% اسلامی ایرانی است. اخلاص او باعث شد که برخلاف دیگر مبارزان آن زمان اسمش سر زبانها باشد. درباره میرزا کتابهای زیادی نوشته شده است که اکثرا اراجیف است. بفرمایید. خب دیدید آقای خامنه‌ای چی گفته؟ یعنی میرزا کوچک‌خان دنبال حکومت، میرزا کوچک‌خان کمونیست دنبال حکومت اسلامی بوده. ببینید ارتجاز، ببینید شاهنشاه روانشاد با خرد بالاش چه اشاره زیبایی، چه بیان بزرگی ایشون فرمودن و درستی، همکاری ارتجای سرخ و سیاه با هم. بعد امروز آقای علی جوادی کمونیست تمیمی شهرام همایون میآید میگوید که ما اجازه نمیدیم ارتجای سلطنت برگرده. اولا سلطنت تو سر سرخ جوادی، بعدش هم تو خودت اصلا سر تا پات ارتجای، از ظاهرت و باطنت همه با هم یک انبان و کیسه پر از ارتجایی. این سعی نکن واژگانی رو که برای خود شما به کار میره و شما با همکاری اسلامگراها امروز مردم رو به این روز انداختین، این واژه رو بخوای برای هواداران پادشاهی به کار بده. علی جوادی خودش در این حالتی که مردم میبینن در حالت ارتجایی یک متر رو 27 سال قد داره، اگه بلش بکنم میشه 27 سال. ببینید من از شما خواهش میکنم سخنان خردمندانه شاهنشاه روانشاد رو ویدیو شماره 4 رو اگر نشون بدید از شما بسیار ممنون خواهم شد. ویدیو شماره 4 فرمودید؟ بله ویدیو شماره 4، پس از اونم ویدیو شماره 1 رو که خانم دکتر ایرانپرست مهران ملکی گفتگو میکنن سپاسگزار میشم، چون عکسای گروه 2 دیگه به پایان رسید. خب دوستان توی فیسبوک لطفا برنامه رو پخش کنید فراموش نشه تا ویدیو آماده بشه. خب من ویدیو رو پلی میکنم جناب دکتر. سپاسگزارم. سعی تو شماره 1 هم که داری بالاتر. آره دارم اونو. پیداش کن.